رنگ غروب دل من بجوری تنگ میشه برام، چه ساده پا کردی منو از دفتر خاطر ما. خیلی دلم گرفته که نموندی تو کنار من، حتی تو آسمون نمون ستاره ای برای من. درود خدمت شما همراهان گرامی، مهران مبینی هستم از آکادمی آواز کاشان. یکی از سوالاتی که معمولاً هنرجوهای مبتدی زیاد میپرسن اینه که چطور میتونیم با احساس‌تر آواز بخونیم؟ اگر دوست داری با مواردی آشنا بشید که کمک میکنه به با احساس‌تر خوندن شما، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اولین موردی که میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم بحث شعر و موضوع شعر و کلمات شعر هست. ببینید دوستان عزیز، تا زمانی که شما متوجه نباشید که دارید راجع به چی صحبت میکنید، نمیتونید احساس مناسبی هم کنار اون قرار بدید. قبل از هر چیز اون متنی رو که میخواید بخونید باید بفهمید در رابطه با چی داره صحبت میکنه، موضوع چیه؟ چیه؟ حماسیه؟ عاشقانه است؟ عاشقانه شاد؟ عاشقانه غمگینه؟ مذهبیه؟ و بر اساس اون احساسی رو که باید روی اون اعمال بکنید رو کم کم پیدا بکنید. پس قبل از هر چیز به شعر توجه بکنید و موضوع رو پیدا بکنید. خیلی وقتا شما میتونید یک سناریو برای اون شعر در نظر بگیرید و بر اساس اون سناریو احساس رو قرار بدید. من همیشه به هنرجوها میگم که آواز خوندن توی مقیاس کوچکتر شبیه بازیگری هست و شما یه مقداری باید بازیگری هم بلد باشید که بتونید با استفاده از زبان بدن، حالت چهره، حالت چشمها و همچنین حالتهای مختلفی که روی کلمات شعر قرار میدید، احساس مورد نیاز رو به آهنگتون بدید. مورد بعدی که میتونم در رابطه با اون صحبت بکنم بحث تنفس هست. دوستان عزیز، تنفس رو دست کم نگیرید. البته منظور من از بحث تنفس همون ساپورت تنفسی و تسلط بر دیافراگم هست. شما تا زمانی که تسلط روی ماهیچه دیافراگم نداشته باشید، طبعا نمیتونید روی صداتون کنترل داشته باشید و بنابراین نمیتونید موقعی که میخواید آواز بخونید حالتهای مختلفی رو روی صداتون ایجاد بکنید. داشتن تکنیک‌های مختلف میتونه به شما کمک بکنه که با احساس‌تر بخونید. ببینید دوستان عزیز، زمانی که شما به عنوان یک خواننده تکنیک‌هایی رو مثل تحریرها و یا ایجاد دینامیک روی صداتون یاد می‌گیرید، می‌تونید بسته به نیازتون روی شعر اون حالت‌ها رو اعمال بکنید. البته یه نکته‌ای هم این وسط وجود داره. احساس و تکنیک همیشه باید در کنار هم قرار بگیرن. یعنی اگر تکنیک بیش از حد زیاد بشه، طبعاً احساس کمتر خواهد شد. و برعکس اون، اگر احساس بیش از حد زیاد بشه، ما تکنیک رو از دست خواهیم داد. ما تکنیک ها رو یاد میگیریم برای اینکه بتونیم در جاهای مختلف و مورد نیازمون ازش استفاده بکنیم، مثل تحریرها، ویبره ها، نوانس های مختلف و قلط دادن های صدا و چیزهای دیگه که میتونه کمک بکنه که ما حالت شعر رو تغییر بدیم. کسانی که صدا سازی رو کار میکنن با رجیسترهای مختلف صدایشون آشنا میشن، مثل صدای سینه، صدای سر، فالسیتو و صداهای دیگه. داشتن این صداها توی حنجره میتونه به شما کمک بکنه. یعنی یه جاهای شما میتونی با صدای سینه بخونی و هر جایی احساس نیاز کردی با ایجاد صدای فالستو یا صدای سر حس شعر رو تغییر بدی. بنابراین بالا بردن تکنیک صدای شما و یاد گرفتن رجیسترهای مختلف صدایی میتونه قطعا کمک بکنه که با احساس‌تر آواز بخونی. نکته آخری که میخوام بگم و البته قبلا گفته شد در رابطه با همون بحث تکنیک ها، خوندن به شکل فورس پیانو، یعنی ضعیف و قوی خوندن، یعنی تغییر دینامیک در آواز، به شدت میتونه توی تغییر احساس کمک بکنه. یعنی اینکه شما در جاهای خیلی محکم آواز بخونی و یه جاهایی رو کاملا لطیف و با احساس. با
امیدوارم این نکته‌ها که گفته شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. توصیه من به همه شماها اینه که حتماً آواز رو به شکل حرفه‌ای و درست زیر نظر یک مربی صدا سازی کار بکنید که بتونید این حالت‌ها رو توی صداتون داشته باشید. در غیر این صورت ایجاد احساس به راحتی انجام نخواهد شد. مواظب خودتون و صدای قشنگتون باشید. به امید دیدار.